نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز یکشنبه 15 ربیع الاول سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این جلسه در پاسخ به سوالی پیرامون تفاوت وطن اتخاذی و وطن شرعی فرمودند: ما در ادله وطن اتخاذی نداریم، فقط در ادله آمده است که انسان مکلف به روزه گرفتن است و اگر مسافر بود باید روزه نگیرد و برای نماز هم در شرایط عادی نماز خود را 4 رکعت و در شرایط سفر 2 رکعت بخواند. معظم الله با اشاره به برخی از افراد که جهت تحصیل و کار برای چند سالی به شهر دیگری نقل مکان می کنند فرمودند: این مسئله در کتاب جواهر الکلام آمده، اما مرحوم حاج آقا رضا همدانی به صورت مفصل در کتاب صلات ذکر کردند که اگر مثلا کسی به شهری جهت اقامت چند ماه رفته به او مسافر میگویند، اما اگر برای اقامت طولانی مدت در حد 1 یا 2 یا چند ساله برای خواندن درس یا کار کردن رفته دیگر صدق سفر نمی کند و به او مسافر نمی گویند. لذا در چنین شرایطی هم بایستی روزه بگیرد و هم نماز او تمام است. ایشان در ادامه با تأکید مجدد بر اینکه وطن شرعی و وطن اتخاذی نداریم فرمودند: ملاک در این گونه موارد این است که اقامت او صدق سفر می کند و یا نمی کند. لذا اگر در مورد کسی صدق سفر نکرد، چه در شهری به دنیا آمده باشد و 50 سال در آنجا اقامت داشته باشد و یا در شهر دیگری قصد اقامت چند ساله دارد، مشمول حکم مسافر نمی شود. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. اینایی که میان یه جایی دانشگاه میاد میخواد درس بخونه، اما نه اینکه میاد تو میره ها، 1 سال 2 سال 4 سال میخواد بمونه تو این شهر، یا میره حوزه علمیه میخواد درس بخونه چند سالی، این مسافر بهش نمیگن، عرفاً مسافر نمیگن. وقتی که مسافر نگفتن نمازش تموم، روزه میتونه بگیره، حتی از همون روز اول. سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود: شرح آیه 196 سوره بقره، حکم نمازهای فردی که به اشتباه چند سال نماز مغرب را 4 و نماز عشا را 3 رکعت خوانده، حکم سجده فراموش شده، حکم تکلیفی پسر دوم در صورت فوت پسر ارشد در احکام ارث، برخی از احکام کثیر السفر، تفاوت اجرت و ربا، برخی از احکام شک در دین، برخی از احکام وجوب و استطاعت در حج، دلیل استفاده از لفظ نسک به جای قربانی در قرآن، حکم مضاربه در بانک‌ها و برخی از معاملات رایج در بازار، حکم فردی که برای دریافت وام یا پول همراه با ربا اضطرار دارد و حکم نماز بدنی که آغشته به روغن مار است، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان 4 مردان، کوچه 6، رأس ساعت 11:15 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاحصد فرکانس 120.73 بیننده این نشست علمی باشید.